به ادامه درس های قبلی خود امروز به خیر شروع میکنیم از اوتلوک. ما در درس گذشته خواندیم که چگونه ما میتونستیم با کانتکت ها کار کنیم، چگونه یک کانتکت اضافه میکردیم، ادیت میکردیم و یا هم به چه شکل ما میتونستیم یک کانتکت دوباره حذف کنیم. امروز میخوانیم چگونه ما میتونیم که یک فولدر به خاطر کانتکت های ما بسازیم یا یک کانتکت فولدر بسازیم. به خاطر این کار بالای نویگیشن پن کلیک میکنیم و بعد از او از بخش نیو، از بخش فولدر میریم و اضافه میکنیم یک فولدر. یک نام برش میمانیم، فعلا میبینیم انتخاب کرده که در کجا باید باشه یک کانتکت فولدر. میگم نامش باشه important contact. اوکی، آل فولدر به نام important contacts دیگه important contacts دیگه قسمت اضافه شده. ما چند کانتکت دیگه اضافه میکنم، یکی میگم که نامش احمد، بعد از او به این شکل باشه مستر احمد، علی، کریم. اوکی، و بعد از ایمیل آدرسش به این شکل باشه ali@gmail.com. خب سیف میکنم، در این قسمت یک تا دیگه اضافه میکنم، میگم که نام ازی باشه و مستر به این شکل باشه ایمیل مستر ایمیل کروش و لست نیمش هم باشه سمت زاد. اوکی، بعد از کمپانیش میگم باشه TVET جاب تایتل تیچر و میشه که ایمیل آدرس هم باشه کروش gmail.com. بعد از ایره ذخیره میکنم و یک کانتکت دیگه هم اضافه میکنم، میگم نامش باشه زهر، کلیک میکنم آل از این قسمت مرس انتخاب میکنم خانم و بعد از او میدل نیمش محمد، میدل نیم از این هم باشه محمدی و کروش. خب اوکی، یک کانتکت دیگه اضافه کردم @gmail.com. کانتکت اضافه شد سیو. حالا اگه خواسته باشیم این کانتکت ها را در می کانتکت گروپ اضافه کنم، یعنی در فولدر کانتکت ها اضافه کنم، یک فولدر داشتم به نام important contacts، اگر خواسته باشم که در همین فولدر اینا را ذخیره کنم. فعلا دیجا یک دانه کانتکت ما در این قسمت دارم، میتونم از بخش contacts اینا را هم میتونم از بخش move میتونم در این قسمت یک فولدر دارم به نام important contacts و یا هم میتونم اینا را درگ و دراپ بالای همون فولدر ما. کلیک میکنم این باز میشه. ما میتونم ایره رینیم بکنم، مثلا بگویم که ایره میتونم که رینیم بسازم، میگم نام این فولدر ما باشه VIP. حالا اگر خواسته باشم این کانتکت فولدر را حذف کنم، باز دوباره بالاش رایت کلیک کرده و از این قسمت دلیت فولدر میتونم کمی فولدر خود حذف کنم. اول یک دو نفر پس از این کانتکت میگیرم، من موف با کانتکت بره و این قسمت هم موف با کانتکت با کانتکت. خب این را میخواییم که چه هست شد، با این قسمت میتونم دلیت کردن ایمیل و همچنان از این قسمت دلیت فولدر، همین فولدر ما را حذف میکنه و یا دلیت میکنه، همین فولدر را که ما به خاطر کانتکت ها ایجاد کرده بودیم. بعد از اون کار دیگه که ما میکنیم ایجاد کردن یک کانتکت گروپ است. کانتکت گروپ وظیفه ایش است، کانتکت گروپی است که ما چندین نفر یا چندین کانتکت با هم یک جا میسازیم. بعضی که یک جا ساختیم، اگر خواسته باشیم یک ایمیل ارسال کنیم به تمام گروپ، با استفاده از بخش کانتکت گروپ میتونیم که ایمیل با تمام گروپ ارسال کنیم. به خاطر این کار ما چی میکنیم؟ به خاطر این کار فرضاً ما نیاز داریم که همین کانتنت ما یا همین کانتکت های ما که مربوط میشه به دوستان یا دوستای دانشگاهی یا دوستای صنف ما یا فرزند همکارای اداره، به خاطر از اینا یک گروپ ما میسازم در اول،
بعد از وقتی که گروپ ساخته شد، بعدا اگه خواسته باشم که یک ایمیل ارسال کنم، فقط به گروپ ارسال میکنم و ایمیل به تمام کسایی که در گروپ باشن ارسال میشه. به خاطر این کار ما میریم به از قسمت از بخش پیپل انتخاب میکنیم و در از گروپ نیو انتخاب میکنیم، نیو کانتکت گروپ. خب وقتی کلیک میکنیم در این قسمت یک نام میگه برای گروپ خود میدیم. نام گروپ ما میگم باشه که یونیورسیتی فرندز. از این قسمت ما میتونم ممبر اضافه کنم. ببینین از قسمت در اینجا کلیک میکنم و بعد از ممبرز اضافه میکنم. Add member. از کدام قسمت میخوای اضافه کنی؟ از Outlook کانتکت ها میخوای اضافه کنی؟ از کدام آدرس بوک میخوای اضافه کنی؟ و یا یک آدرس نه؟ از Outlook کانتکت ها که مدام دو داره در اونجا اضافه کرده بودم، انتخابش میکنم و بعد از او دبل کلیک و بعد از او اوکی اضافه شد. Add member، آدرس بوک، این دو تا یک من اضافه کرده بودم، آدرس بوک هم موجود بودن. اوکی. و در این قسمت من دو دانه کانتکت اضافه کردم. حال میخوام یک کانتکت دیگه هم نو بسازم و در اینجا اضافه کنم. بالای نیو کلیک میکنم، نامش باید باشه، میگم نامش احمد باشه، ایمیل آدرسش باشه احمد@gmail.com و بعد از او اوکی. یک نفر دیگه هم در این گروپ اضافه شد. بعد از او سیو و کلوز. حال میبینیم که یک دانه کانتکت در اینجا کانتکت گروپ به نام یونیورسیتی فرندز ایجاد شد. اگه احیانا بعد از این من خواسته باشم که ایمیل ارسال کنم، من یک گروپ دیگه همینجا اضافه میکنم، نیو کانتکت گروپ، میگم اد ممبر، نام ازی باشم محمود و ایمیل آدرسش باشم محمود@gmail.com و بعد از اوکی و بعد از باز دوباره یک ممبر اضافه میکنم، میگم نام ازی باشه علی، تخلصش باشه راشد، علی راشد و بعد از ایرم اوکی، ایمیلش باشه راشد علی@gmail.com اوکی. و یک کانتکت دیگه هم اضافه میکنم، کنسل، یک داشتیم قبلا به نام علی، میگم که مصطفی باشه، mustafa@gmail.com. خب اوکی. بعد از این شخص بعدی رو هم اضافه میکنم، نام ازی باشه امید، ایمیل آدرسش باشه امید@yahoo.com اوکی. خب این کانتکت گروپ میگم نامش باشه به نام Work Friends اوکی. حالا ما بعدا وقتی که خواسته باشم ایمیل ارسال کنم به یکی از این کانتکت ها، خب میرم در بخش ایمیل، در تصنیف ایمیل، نیو ایمیل. بعضی وقتی که در تصنیف ایمیل رفتم در بخش تو، حالا ما میخواییم به کی ارسال کنم؟ میخواییم به یک ایمیل ارسال کنم به کسایی که در دوستای دانشگاه مثلا. باز این قسم فقط امی سه کلمه شکل نشته میکنم، خودش برای ما پیشنهاد میکنه، کلک میکنم یونیورسیتی فرندز اضافه شد. میبینین در پولی یونیورسیتی فرندز یک علامه جمع که در این قسمت است، این به خاطر ازی است که وقتی ما بالاش تک میکنیم تمام ایمیل آدرس ها را در اینجا به صورت واضح نمایش میده یا نشان میده که ایمیلت به کی کی خواهد رفت. بعد از ما خواسته باشم دوباره یونیورسیتی فرندز و بعد از او هلو فرندز آی وانت تو میت یو سام. و داخل نام کسی که ایره ارسال کرد. با یک بالای سند که کلک کردیم بالای به تمام ایمیل آدرس هایی که در این قسمت موجود است ایمیل ما ارسال میشه. در اینجا میبینیم فقط کسای موجود است که ما در کانتکت گروپ یونیورسیتی یا دوست های دانشگاه ما بودن. اگر من خواسته باشم که از گروپ دیگه که کارمندای اداری بودن یا مثلا همکارای وظیفه‌ای ما بودن از اونا، یعنی ایمیل به اونا رو ارسال کنم، باز فقط اینجا نشه میکنم ورک فرندز.
حالا ایمیل وقتی که بازش میکنم کسایی بودن که من تازه اینا را اضافه کرده بودم، فقط نمایش نمایش میده چون که در کانتکت ها هستن، من اینا را اضافه کرده بودم من حیث کانتکت، و وقتی که ما بالای سنت کلک کنم به می سه نفری ارسال میشه. اگه خواسته باشم کس دیگر را اضافه کنم باز یک سیمی کالن و نامش نشون میکنم یا ایمیلش این احمد، هر کدوم شکل خواسته باشم به این شکل ما میتونم اضافه کنم در یک به خاطر ایمیل ارسال کردن. یعنی کانتکت گروپ وظیفه‌شی بود که ما را بسیار راحتی میتونستیم یک ایمیل به چندین نفر یا به یک گروپ مشخص ارسال کنیم. خب آپشن دیگه که در کانتکت گروپ داریم این است که چگونه ما میتونیم یک کانتکت حذف کنیم. فعلا در اینجا سه دانه کانتکت موجود است در این کانتکت گروپ ما. ما چه رقم میتونیم که ایره حذف کنیم؟ فرضاً ما میخواهیم که دیگه ایمیل ما در بخش یونیورسیتی فرندز به زحل نره، انتخابش میکنم و دلیت از این قسمت ریموف ممبر و ای حذف میشه، سیو اند کلوز. حالا یک نفر که در این قسمت بود در بخش یونیورسیتی فرندز دیگه نیست. اگر خواسته باشم کانتکت هم ایجاد کنم، یک ایمیل ارسال کنم، باز میرم بخش نیو ایمیل و اینجا نشان میکنم یونیورسیتی فرندز. اوکی، در قسمت پایین وقتی که اینجا کلک میکنم دیگه باید زحل محمدی کروش در این قسمت نباشه که نیست. خب بعد از این آپشن دیگه کار دیگه که ما میتونیم در اوتلوک انجام بدیم ایجاد کردن فولدرها است. ما چگونه میتونیم در اوتلوک یک فولدر ایجاد کنیم؟ چگونه میتونیم یک فولدر رینیم کنیم؟ چگونه میتونیم یک فولدر حذف کنیم؟ ما قبلا هم این کار را انجام داده بودیم. در بخش ایمیل یک امپورتنت به نام امپورتنت میلز یک ایمیل ساختیم. ما میخواهیم که یک فولدر ایجاد کنم. رایت کلک میکنم بالا یک از اینا، مثلا فقط دمی خود اکانت میخواهیم یک فولدر ایجاد شد، از این قسمت رایت کلک و نیو فولدر. حال یک فولدر ایجاد شد. ما پیشتر بالای انبوکس رایت کلک کرده بودم، فولدر داخل خود فولدر انبوکس ایجاد شد. حال ما بالای ml.grosh@gmail.com رایت کلک کردیم و فولدر در جای در خود همی اکانت ایجاد میشه. فرضاً ما میگم که فولدر ما باشه به نام VIP Mails. خب اوکی، در این قسمت یک فولدر به نام VIP Mails اضافه شد. ما میتونم که به اینجا به این شکل ایمیل هم ارسال کنم، ایمیل ها رو در اونجا اضافه کنم از هر جایی که خواسته باشم در بخش VIP Mails، از هر قسمتی که خواسته باشم میتونم که اینجا ایمیل ها رو ارسال کنم، و یا هم میتونم که همین فولدر VIP Mails رو رینیم کنم. مثلا میگم VIP Mails نه، ای باید نامش باشه Important Emails، حال نامش تغییر کرد. و یا اگر خواسته باشم همین فولدر مکمل حذف شود، باز میرم از این قسمت رایت کلک بالاش میکنم و بعد از او دلیت فولدر. بالای دلیت فولدر که کلک میکنم همین فولدر ما مکمل حذف میشه. خب ترش فولدر که ساخته بودیم حذف شد و ایمیل هایش هم رفت در ترش. و همچنان ما میتونیم از قسمت فولدر، از اینجا از تب فولدر، از بخش نیو فولدر یک فولدر ایجاد کنیم. و در این قسمت موارده که باید کانتین کنه، در کجا باید باشه انتخاب میکنم. مثلا اگه خواسته باشم داخل تب فولدر ایمیل باید داخل انبوکس باشه، انبوکس انتخاب میکنم و بعد از فولدر خواهم میستم. فعلا ما میخواییم که در این خود اکاونت فولدر باشه، فولدر باشه به نام تست فولدر. اوکی، یک تا فولدر به نام تست فولدر ایجاد شد و بعد از این میره دوباره دلیت کنم به شکل. خب این بود درس امروزی ما در بخش کانتکت گروپ و ایجاد فولدرها. درس ما در همین قسمت با پایان میرسد. تا روز بعدی، وقتتان خوش، خدا نگهدار.